گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 15 آگوست 2024 میلادی برابر است با 25 مرداد 1403 خورشیدی. آرزو بدری، زن 31 ساله‌ای که شامگاه اول مرداد به دلیل حجاب در خودروی شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت و شدیداً مجروح شد، روز چهارشنبه 24 مرداد به علت آب آوردن ریه‌هایش دوباره تحت عمل جراحی قرار گرفت و وضعیت سلامتش وخیم است. آرزو بدری روز اول مرداد امسال و هنگامی که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می رفت، با ایست بازرسی پلیس مواجه شد. آنها خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند، اما پلیس به رویشان شلیک کرد. بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت. گلوله‌ای که به آرزو بدری اصابت کرده، گلوله کلت بوده و در نخاع قسمت مرهای بالای کمر او قرار گرفته و توان حرکت را از او گرفته است. طبق این اطلاعات، در صورتی که این گلوله کمی بالاتر اصابت کرده بود، قدرت حرکت دستهای او را هم از بین می برد. رویه این زن جوان هم در این درگیری آسیب جدی دیده است. خانواده بدری از جمله خواهر آرزو به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی هستند تا در برابر دوربین رسانه‌های حکومتی حاضر شوند و درباره اتفاقی که برای او افتاده اعتراف اجباری کنند. یاسر هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، در یادداشتی از رفتار حسن روحانی در برابر مرگ مشکوک پدرش انتقاد کرد و نوشت که وزارت اطلاعات دولت او در بستن این پرونده عجله داشته است. یاسر هاشمی این یادداشت را بعد از کنارگیری محمد جواد ظریف از کابینه مسئول پزشکیان و خطاب به ظریف منتشر کرد. هاشمی با اشاره به حمایت هاشمی رفسنجانی از روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نوشت که اطرافیان مسعود پزشکیان بعد از پیروزی همان شیوه ای را در پیش گرفتند که حلقه اول اطرافیان روحانی با پدرش در پیش گرفته بودند. یاسر هاشمی به آنچه بی احترامی کسانی چون حسین فریدون، برادر حسن روحانی، محمود واعظی و محمد باقر نوبخت به هاشمی رفسنجانی خان اشاره کرد و افزود که حتی خود روحانی با پدرش نامهربانی و قدناشناسی کرد. او نوشت البته رشد تدریجی غرور دکتر روحانی از توجه 7% جامعه تا رأی 24 میلیونی خود ماجرای دیگر است. یاسر هاشمی به عنوان نمونه به بی‌توجهی روحانی به جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و نوشت که روحانی به تلفن‌ها و توصیه‌های مشفقانه پدرش پاسخی نمی‌داد. او به نحوه مرگ پدرش اشاره کرد و نوشت وزارت اطلاعات دولت 11 به جای اقناع ایرانیان و جهانیان پا به پای دیگر مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور به تسریع در بستن آن پرونده همیشه باز میکشید. 19 دی ماه سال 1395 خبر مرگ هاشمی رفسنجانی بعد از آن منتشر شد که او برای شنا به استخر کشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت واقع در نزدیکی مجمعه سعدآباد رفته بود. علت مرگ او عارضه قلبی اعلام شد. به دنبال مرگ هاشمی رفسنجانی، فاطمه هاشمی دختر او به روزنامه اعتماد گفت که 2 ماه قبل از فوت پدرش 2 نفر در دانشگاه به او مراجعه کردند و گفتند ما آمده ایم که بگوییم میخواهند پدر شما را بکشند و طوری او را میکشند که خودتان هم فکر میکنید که به مرگ طبیعی فوت کرده است. در پی این سخنان فاطمه هاشمی، علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به سایت نور نیوز گفت که بعد از مرگ هاشمی، کمیته ویژه برای بررسی آن تشکیل شد. شمخانی افزود که بعد از بررسی همه ابعاد، مرگ او بدون هیچ گونه ابهامی کاملا طبیعی اعلام شد. محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش بدون کنکور اعضای گروه شبه نظامیان الحش الشعبی عراق خبر داد و گفت که این افراد در این دانشگاه آموزش نظامی نمی‌بینند و در زمینه مدیریت تحصیل می‌کنند. پیشتر در تیر ماه سال گذشته
خبر همکاری و توافق الحش الشعبی با دانشگاه تهران برای تحصیل نیروهایش در این دانشگاه منتشر شد. همان زمان حسین موسوی بخاتی معاون تعلیم و تربیت الحش الشعبی افشا کرد که پیش از این توافق هم دست کم 95 نیروی این مجموعه با نظارت ابو مهدی المهندس از رهبران این گروه برای تحصیل به دانشگاه های ایران اعزام شده بودند. با گذشت یک سال از این توافق، مقیمی در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری ایرنا از نارضایتی مسئولان عراقی در مورد کیفیت ناکافی و پایین برخی دانشگاه های ایران برای تحصیل دانشجویان الحش الشعبی در آنها خبر داد. او گفت که برای همین عراقی ها از دانشگاه تهران خواستند تا در روند آموزش ها مشارکت کرده و این لطمه حیثیتی را ترمیم کند. رئیس دانشگاه تهران درباره افزایش دو برابری پذیرش دانشجویان خارجی و به ویژه عراقی گفت که اعضای الحش الشعبی شامل فرزندان نیروهای زنده، کشته شده و مجروح جبهه مقاومت هستند که دولت عراق بودجه خوبی برای تحصیل آنها در بهترین دانشگاه های دنیا اختصاص داده است. مقیمی اعضای الحش الشعبی را به دلیل تلاش برای ارتقای آرمان‌های اسلامی افرادی شایسته توصیف کرد و گفت ما آموزش نظامی که نداریم در این دانشگاه، به آنها آموزش علمی در زمینه‌های رشته مدیریت می‌دهیم تا بعد در مدیریت کشور خود ایفای نقش کنند. سپاه پاسداران اعلام کرده که احمد رضا افشاری از نیروهای مستشاری هوافضای سپاه چند روز بعد از زخمی شدن در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به سوریه کشته شده است. به نوشته خبر آنلاین، این عامل سپاه در نیمه اول مرداد در سوریه زخمی شد، اما بعد از انتقال به ایران برای درمان روز پنجشنبه 25 مرداد کشته شد. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در پیامی با اعلام کشته شدن سرهنگ احمد رضا افشاری از نیروهای هوافضای سپاه در سوریه بر اثر جراحات وارده ناشی از بمباران هوایی، مرگ او را تایید کرد. کمپین آزادی برای پخشان عزیزی از تشکیل پرونده جدید برای این زندانی سیاسی محکوم به اعدام خبر داد. بنا به گزارش این کمپین، پرونده جدید تحت عنوان آشوب در زندان در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین تشکیل شده و مربوط به روز رأی‌گیری برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی در دور دوم است. درباره جزئیات این پرونده خبری منتشر نشده است. در ادامه این گزارش آمده که پخشان عزیزی از همان روز، یعنی 15 تیر ماه، از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده است. سه کارگر روز چهارشنبه در شهرهای تهران، مردان‌آباد و شوقان دچار حادثه شدند. بر اساس گزارش‌ها، یکی از آنان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده و دو تن دیگر مصدوم شدند. در تازه‌ترین مورد، یک کارگر در حال کار در یکی از کارگاه‌های تولیدی ماسه بخش مردان‌آباد چالوس دچار سقوط از ارتفاع شد و بر اثر شدت جراحات وارده از ناحیه سر جان خود را از دست داد. گفته می شود که پیکر این کارگر که 40 ساله و اهل نوشهر بود، برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی نوشهر منتقل شد. در گزارش دیگری از تهران، یک کارگر واحد تجاری در حین کار با دستگاه چرخ گوش دچار مصدومیت شد و دست چپش در میان چرخدنده های چرخ گوشت گیر کرد. این کارگر به بیمارستان امام خمینی منتقل شد و بر اثر شدت جراحات وارده بستری بعد تحت درمان است. در حادثه دیگر، یک کارگر در شوقان در استان خراسان شمالی مصدوم شد. این کارگر ساختمانی این انجام کار بر روی یک منبع آب در حال ساخت در پی سقوط از ارتفاع دچار حادثه شده و از ناحیه دست، پا و ستون فقرات صدمه دید. این کارگر هم توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد. مذاکرات برای برقراری آتش بس در نوار غزه در دوحه آغاز به کار کرده و در حالی که نماینده‌ای از گروه حماس در این مذاکرات حضور ندارد، نمایندگانی از قطر، مصر، ایالات متحده و همچنین اسرائیل پشت درهای بسته با یکدیگر گفتگو می‌کنند. این گفتگوها که تلاشی برای پایان دادن به 10 ماه درگیری در نوار غزه و بازگرداندن 115 گروگان اسرائیلی و خارجی به خانه است،
در حالی برگزار می شود که همچنان سایه انتقام احتمالی ایران از اسرائیل بر سر مذاکرات سنگینی می کند. با اعزام کشتی های جنگی، زیردریایی ها و هواپیماهای جنگی ایالات متحده به منطقه برای دفاع از اسرائیل، واشنگتن امیدوار است که توافق آتش بس در غزه بتواند خطر یک جنگ منطقه‌ای گسترده تر را خنثی کند. مقامات حماس که اسرائیل را مانع آتش بس می‌دانند به این مذاکرات نپیوستند. یک مقام این گروه فلسطینی به خبرگزاری رویترز گفته است که میانجی‌ها قصد دارند بعد از این مذاکرات با مقامات حماس در دوحه گفتگو کنند. این خبرگزاری همچنین اضافه کرده که هیئت اسرائیل شامل افرادی چون دیوید بانا رئیس سازمان جاسوسی این کشور، رونن بار رئیس سرویس امنیت داخلی و نستان آلون از فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل هستند. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. وزارت دادگستری ایالات متحده روز چهارشنبه جفری چنس نادر، شهروند ایرانی آمریکایی 68 ساله را به تلاش برای ارسال غیرقانونی قطعات هواپیماهای آمریکایی به ایران متهم کرد. برای نادر که روز سه‌شنبه در کالیفرنیا دستگیر شد، پرونده‌ای در زمینه نقض تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سایر قوانین فدرال گشوده شد. بر اساس کیفرخواست، نادر و همدستانش متهم هستند که از سال 2023 تلاش کردند تا چند نوع قطعه هواپیما از جمله قطعات مورد نیاز جنگنده های F-4 را از ایالات متحده به صورت غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. گفته می شود که آنها به دروغ شرکتی ثبت شده در کالیفرنیا را به عنوان کاربر نهایی این اقلام به تامین کنندگان معرفی کردند. بر اساس گزارش ها، نادر و همکارانش بعد از دریافت قطعات هواپیما در چندین نوبت تلاش کردند این اقلام را به امارات متحده عربی بفرستند تا به مقصد نهایی در ایران منتقل شوند، اما این اقلام توسط یک مأمور ویژه وزارت بازرگانی توقیف شدند و هیچ کدام از آنها از ایالات متحده خارج نشدند. متی اولسن، معاون دادستان کل در بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، دستگیری نادر را نشانگر تعهد آمریکا در جلوگیری از دست و بی رژیم جمهوری اسلامی به تجهیزات نظامی دانست. در حالی که دوحه پایتخت قطر روز پنجشنبه میزبان مذاکرات آتش بس در غزه است، شماری از خانواده‌های گروگان‌ها و حامیان آنها در تل آویو و اورشلیم تجمعاتی برگزار کردند و دولت نتانیاهو خواستند که برای آزادی گروگان‌ها از دست حماس به توافق برسند. به گزارش تایمز اسرائیل، فعالان زن در خیابان کینگ جورج در اورشلیم راهپیمایی کردند و شعار دادند خون گروگان‌هایی که در اسارت حماس کشته شدند بر دستان دولت است. در بیرون از مقر حزب حاکم لکو در تل آویو هم فعالان پارچه نوشته‌ای در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود زنده رو بوده شدند
رها شدند تا جان باختند. الان توافق کنید. مصر، ایالات متحده و قطر دور جدیدی از مذاکرات آتش بس در غزه را برای روز پنجشنبه برنامه ریزی کردند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر در تاریخ 31 ماه می یک پیشنهاد 3 مرحله‌ای برای آتش بس ارائه کرده بود. از آن زمان تا کنون واشنگتن و میانجیگران منطقه‌ای تلاش کردند تا توافقی برای تبادل آتش بس و آزادی گروگان‌ها در غزه به دست بیاورند، اما با موانع مختلفی روبرو شدند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 فرد مسلح را در جریان عملیات ضد تروریستی در شهر نابلس و در کرانه باختری هدف حمله پهپادی قرار داد و آنها را از پای درآورد. به گزارش تایمز اسرائیل، ارتش اسرائیل با اعلام این خبر گفت نیروهای نظامی در جریان عملیات ضد تروریستی در منطقه تروریست هایی که به سمت آنها مواد منفجره پرتاب می کردند را هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش اسرائیل و پلیس مرزی امنیت ورود یهودیان به مقبره یوسف را تضمین کردند. ساعتی بعد از این، حزب الله لبنان اعلام کرده بود که 2 عضو این گروه در پی حمله پهپادی اسرائیل به خودرویی در مجایون در جنوب لبنان کشته شدند. این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی 2 عضو کشته شده خود را محمد بدرالدین و حسین یاسین شائیتو معرفی کرده است. بینندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در 2 ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه افک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد.
خبرها را دنبال میکنیم. گوگل روز چهارشنبه با تایید گمانه‌زنی‌ها و اتهامات مطرح از سوی ستاد انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که یک گروه هکری وابسته به ایران به نام APT42 کمپین های کامالا هاریس و دونالد ترامپ را هدف قرار داده است. تیم ارزیاب تهدیدهای آنلاین شرکت گوگل در گزارشی اعلام کرد که گروه هکری APT42 در ماه‌های می و جون به حساب‌های ایمیل شخصی 12 تن از افراد وابسته به جو بایدن و دونالد ترامپ، رؤسای جمهوری فعلی و سابق ایالات متحده حمله کردند. بنا به این گزارش، برخی مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا و افرادی که با کمپین‌های انتخاباتی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ارتباط داشتند هم از جمله اهداف این حمله سایبری طی دوره زمانی یاد شده بودند. گوگل تصریح کرده که تاکنون تلاش‌های زیادی را از سوی گروه هکری APT42 برای دسترسی به ایمیل‌های شخصی افراد هدف قرار گرفته مسدود کرده، اما این حملات همچنان ادامه دارند. کارشناسان امنیت سایبری گوگل یادآور می‌شوند که همچنان در حال رصد تلاش‌های ناموفق APT42 برای نفوذ به حساب‌های شخصی افراد وابسته به جو بایدن و کامالا هاریس، رئیس جمهوری ایالات متحده و معاونش و نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق این کشور هستند. هزاران زن شب گذشته در اعتراض به تجاوز وحشیانه به یک پزشک و قتل هولناک وی در هند در چندین شهر این کشور به خیابان‌ها آمدند. معترضان خشمگین خواستار رسیدگی ویژه نارندرا مودی نخست وزیر هند به این جنایت و اعمال مجازات سخت برای جرایم علیه زنان در این کشور شدند. زنان با در دست داشتن شمع و پوسترهایی که روی آن عبارت شب را پس بگیرید نوشته شده بود، در شهرهای مختلف از جمله کلکته و در شرق هند راه پیمایی کردند. تجاوز و قتل یک پزشک کارآموز در این شهر که هفته گذشته صورت گرفت، به اعتراضات گسترده‌ای میان شهروندان و نیز کادر پزشکی در این کشور که خواستار بهبود و ایمن‌تر شدن شرایط کاری خود هستند دامن زده است. بسیاری از بیمارستان‌های دولتی در شهرهای مختلف هند اوایل این هفته تمام خدمات خود را به جز بخش‌های اورژانس متوقف کردند، زیرا پزشکان جوان در اعتراض به این اتفاق در بیرون بیمارستان‌ها تجمع کرده و خواستار عدالت برای قربانی شدند. این حادثه بعد از آن رسانه‌ای شد که نیروهای امنیتی هندی روز جمعه از کشف پیکر بیجان یک پزشک 31 ساله خبر دادند. پلیس پس اعلام کرد که او پیش از قتل مورد تجاوز قرار گرفته است. گفته می شود که یک نیروی داوطلب پلیس در همین ارتباط به عنوان فرد مظنون به ارتباط با این جنایت دستگیر شده است. سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با همه‌گیری امپاکس در سراسر جهان که پیشتر آبله میمون خوانده می شد وضعیت اضطراری اعلام کرد. به گزارش لوموند، با در نظر گرفتن احتمال گسترش سرایت این بیماری ویروسی به خارج از قاره آفریقا، سازمان جهانی بهداشت تصمیم گرفت برای دومین بار ظرف 2 سال اعلام وضعیت اضطراری کند. همکنون بیش از 10 کشور آفریقایی درگیر شیوع امپاکس هستند. سازمان جهانی بهداشت میگوید که در حال استفاده از 2 واکسن تایید شده برای ایمنسازی در برابر ویروس امپاکس است و بودجه 105 میلیون دلاری برای مقابله با شیوع این ویروس در نظر گرفته است. ویروس امپاکس معمولاً از طریق رابطه جنسی و تماس نزدیک مانند بوسیدن و حتی در آغوش گرفتن منتقل می شود، اما مواردی از انتقال آن با استفاده مشترک از حوله یا تخت خواب و همچنین از طریق عطسه هم دیده شده است. با اینکه همه‌گیری آن در آفریقا اعلام شده، اما در اروپا، آسیا و سایر نقاط جهان هم در حال شیوع است. علائم اولیه آن مانند سرماخوردگی همراه با تب و دردهای عضلانی است که با تاول دردناک توأم می شود. مقامات بهداشتی ایران میگویند که مواردی از ابتلا به آبله میمون یا امپاکس در ایران ثبت شده، اما گزارشی درباره شیوع آن در کشور منتشر نشده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.